با حمد و سپاس به خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی، من محمود وثیق در برنامه برگشت به قرآن در تلویزیون زرین خدمت شما بیننده گرامی هستم و امروز روز شنبه هست. همونطوری که دوستان آگاه هستن که برنامه ما روز شنبه ساعت 10 صبح تا 12 ظهر ادامه می داشته باشه. خوش وقت هستم که در خدمت شما بیننده گرامی هستم و دو ساعت را از قرآن و مطالب قرآنی صحبت میکنیم. امیدوار هستم که بتانیم هرچی بیشتر معلومات آگاهی خود از قرآن و از اسلام واقعی که قرآن است ما برش معلومات خود افزود بکنیم، اضافه بکنیم. ما در البته قبل از خود برنامه اینا خدمت بیننده گرامی یاد کنم و همه میدانن آگاه هستن که امروز اخبار بسیار داغ وطن عزیز ما افغانستان، مثلا آمدن آقای حکمتیار به افغانستان است، به خود کابل منظورم است، آمدنشان و دیده شوه که در آینده چه گلهای تازه را به اومیتن، یا بگویم که از طریق از اونا دیگرا چه گلهای تازه را اومیتن، یا به واسطه از اونا بگویم. برای زی که ما نمیفهمیم، خب وقت تاریخ مبارزات آقای حکمتیار آدم میبینه کاملا یک چیز دیگه بوده. امروز ادعای صلح کردن، میخواین صلح بکنن و صلح را پخش بکنن. ببینیم تاریخ شاهدش خواهد بود در آینده نزدیک. ما شما میبینیم که واقعیت ها در کجاست و امیدوار هستم که وطن از این درد و رنج که کشیده، امیدوار هستیم همه که یک التیام به زخم های که بر ملت وارد شده از طرف خود ملت، از طرف خود مردم، از طرف خود مسلمان و از طرف خود افغان های ما وارد شده در طول سال های اخیر که بسیار دردناک است و آیا جبران پذیر است؟ ببینیم که چی میشه، چی آینده است که ما شایدش خواد بودیم. مطلب امروز ما البته باید عرض برسانم که بخاطر جواب سوالات یک دوست است، یک هموطن ما یا همزبان عزیز ما که در دو سه برنامه قبل اونا چند سوال عمده را مطرح کرده بودن و من برشان وعده کردم که در این برنامه کوشش میکنم که به اون سوالات پاسخ بویم، نه به خاطر که تنها بر از اونا مهم است، بلکه به خاطر که سوالات مهمی است و این سوالات مهم برای بیننده محترم ما هم های اهمیت است. شاید همی سوالات در ذهن از اونا هم خطور بکنن و سوالاتشان هم بیشتر در مورد قرآن کریم است و باید خدمت همه بیننده یاد بکنم که امروز مستشرقین یا خاورشناس ها در این را بسیار زیاد فعالیت میکنن و حقام دارن و جای خوشی هم هست. من از یک ناحیه جای خوشی میبینم و میره که این کارها را میکنن برای از این که ما مسلمان ها خود ما همه چیز خوب میبینیم، همه چیز گلستان میبینیم و همه جای گلزار میبینیم. یعنی اگر چیزای هست ما شاید دیده نمیتانیم یا شاید نمیخواییم ببینیم، برای زی که دین است که ما خوش داریم، برش ایمان داریم و کوشش کردیم که این دین را بخار جلوه بتیم بر همه، گرچه که در عمل متاسفانه همه تا نبوده، اما در ظاهر ما گفتیم که دین ما کامل است، دین ما همه چیز است، دین ما این آن. خب هر کس ای کار میکنه یا هر دیندار ای کار میکنه، طبیعی است. البته این انتقاد سر ما خود مسلمان های ما نیست، یا اگر دیندارای دیگه ای کار بکنن سر از وام انتقاد نیست، نباید انتقاد باشه. برای از یک دیندار، دین برش همه چیز است و نه تنها همه چیز است بلکه بهترین چیز هم است.
اما وقتی کسای دیگه که میاد کردن مستشرقین یا خاورشناسا در این راه زیاد کار میکنن تا ببینن که چیزایی که مسلمان ها در طول قرن ها نگفتن و بیان نکردن و شاید هم یک تعداد مسلمان ها پد کردن اصلا چیزا را که من از این آیام تشویش دارم در بین خود مسلمان های ما، اونا برملا می سازن. آیا واقعیت است؟ آیا واقعیت نیست؟ آیا یک روایت ضعیفی بوده؟ آیا حقیقتی بوده که ما پد پنهانش کردیم؟ این امروز یک اندازه مطالعه می کنیم در مورد سوالات همی بیننده محترمی که انتقاد کردن یا سوال کردن دیرا. و همونطور که یاد کردم که ما خوشم دارم بر ذیک کسایی که در دین اسلام نیستن و اونا میرن مطالعات میکنن، تحقیقات میکنن، سالهای خود را یا عمر خود را میگذرانن دیرا که بتانن فرزن چیزهایی را پیدا بکنن که انتقاد بکنن، چیزایی را پیدا بکنن که حتی امروز یک اندازه بیشتر فرزن مطالب را مطرح میکنن که خود قرآن را زیر سوال میبرن، قرآن را زیر سوال قرار میدن. یعنی اینا چیزایی است که یعنی زیاد کار کردن و باید انسان ها کار بکنه. گناه از اونام نیست، آزادی بیان، آزادی تحقیق، آزادی گفتار، آزادی عقیده، همه چیز است. ولی تا جایی که احترامانه احترام مراعات شده و این مردم اکثرا مراعات کردن، انسان‌های شریفی هستن، مطالعه کردن، به دین اسلام ایمان ندارن، خودشان مسیحی هستن، به حضرت عیسی یقین اعتقاد دارن و حضرت عیسی را همه چیز میدانن، همونطوره که ما دین اسلام را همه چیز می دانیم. اونا هم حق دارند، ما هم حق داریم و باید امی برداشت به شکل بسیار مفیدش ما داشته باشیم که بتانیم یکی دیگر را درک بکنیم و بتانیم که یک سل حقایقی که از دید ما پنهان مانده، شاید یک سل چیزایی بوده که از دید خود مسلمان ها مسلمان خودش پنهان کرده که اونا باید برملا شود. چرا نه؟ من کاملا در این را هیچ نوع تشویش ندارم و هر چیز حقیقتی که باشه من میخوایم و حقیقت من بفهمم. چرا؟ حقیقت مطلق خدا هست، ما به سوی حقیقت باید به پیش بریم. اگر پت میکنیم حقیقت را، مطمئنن که ما پیش خدا مسئول هستیم از این آیه، پیش خداوند از این آیه ما مسئول هستیم. و ایران باید یاد بکنم که کسایی که همی حقایق را، همی چیزها را یاد میکنن که شاید در بین مسلمان ها یک تعداد پت پنهان کردن، من میبینم بعضن با مسلمان های خود، بعضن با مسلمان هایی که با ما شخصا با ما موافق نیستن، هم نظر نیستن، وقتی همراهشان صحبت میکنم یک سر مسائل کوشش میکنن که طرفه برن، شانه خالی بکنن و من میگم چطور از حقایق میگذرین برادرم، خواهرم، چطور میگذرین شما از حقایق؟ حقایق واقعی است، شما چرا پد پنهان میکنین؟ شما چرا میخواین که از زیر مسئولیتش فرار بکنین؟ همین چیزها هست، بیاییم که ما حقیقت را ببینیم و قبول بکنیم. شاید خب اگر حقیقت مسلمه است که مطابق قرآن کریم است، در صورت اشتباهی ما بوده که قبول نکردیم، یا اشتباهی ما یا تعصب ما یا خودخواهی ما، هر چیزی که بوده یا همش، که انسان همی خصوصیت داره. بیاین که از سوالاتی که سوال بسیار ساده که دوست ما بیننده محترم سوال کردن شروع بکنیم. و این که سوال کردن در یکیش که سوال اولشان هم هست در حقیقت، گفتن که اگر آیه 140 سوره نساء را، سوره چهارم قرآن پاک آیه 140 را اینا عنوان کردن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و قد نزل علیکم فی الکتاب، همین آیه است که من بارها سرش صحبت کردیم، شک درش نیست. یعنی خداوند سبحان می فرمایه که من در این کتاب برای شما نازل کردیم که اگر شما می بینین یا مشنوین که کسی یا کسانه کفر می ورزن به آیات خدا، به پیامبر خدا، به کتاب خدا، حتی به خود خدا، یعنی کفر ورزیدن، کلمات کفر گفتن، رد کردن این مسائل، یا توهین و تحقیر و همچون مسائل که یعنی در دین در حقیقت میتان آدم بگوید که انسان او انسان از دین فاصله میده. اگر دیندار است، اگر مؤمنه و خدا است، یعنی اینا را یاد میکنه و خداوند میفرمایه که شما اگر در همچون مسائل یا در همچون شرایط واقع میشین، شما همراهشان نشینین، در همون مجلس همراهشان نباشین، همون مدت را یا مدت کوتاهی که یا مقطع زمانی که اونا مصروف همچون چیزهایی هستن، استهزا و چیزهای کلمات کفرآمیز بر علیه دین و کتاب خدا و پیامبر خدا اینا یاد میکنن، شما همراه از اونا در امون لحظه نشید. حتی قطع رابطه را خداوند توصیه نمی کنن. می فرماید در میجه، می فرماید که فلا تقعدوا معهم حتی یخودوا فی حدیث غیره. شما امرایشان نشینید تا وقتی که اونا مصروف همین چیزها هستن. یعنی وقتی که موضوع تغییر می خوره، یک مطلب دیگه است، شما می تونید امرایشان بشینید. یعنی واقعا بسیار بسیار ای آیه قدر جامعه است که شما فکر کنین عزیزا، که عزیزای من، که در 1400 سال پیش همچو آیه میایه و همچو توصیه و سفارش را بر پیروای خود میکنه قرآن کریم. بسیار جالب است که امروز این ارزش های قرن 21 و هم در غرب است، اما اون 1400 سال پیش در قرآن میگه. حالا بیننده محترم انتقاد که کردن به این معنا که خب اگر خداوند از بندهای خود ایتور یک چیز را میخواه که شما کسی را نباید اذیت کنین، آزار بتین و جنگ بکنین و بزنین و اینان، پس خدا خودش چرا بندهای خود معذب میسازه؟ چرا در روز آخرت دوزخی است؟ چرا به دوزخ میندازه؟ سوالشان به میشکر است. من فکر میکنم سوال بسیار ساده است، یعنی ما ایره میتونیم بسیار به سادگی درک بکنیم، برای از اینکه امروز خدا از ما خواسته که ما حق ازیره نداریم که کسی را مجازات بکنیم به خاطر یک عقیدهش یا به خاطر کسی که یک کار ناروایی را انجام میده، بخصوص در مسائل دین. در مسائل دنیا اگر مخالف قانون حرکت میکنه، قانون گذاری هست، پلیس هست، اون کار خود میکنه. اما در مسائل دین مسلمان دیگه پلیس نیست، مسلمان کاملا دستش میبنده. در اینجا قرآن کریم و میگه تو پلیس نیستی در این کارا که تو مردم را محاکمه بکنی و مردم را جنگ بکنی و مردم را مانع شوی. نه، اون انسان ها حق داره، ولی تو حق داری که نشینی در مجلس همراهشان. اما اونا یاد میکنن که خیلی چرا خداوند جزا میده، که در آخر قرآن کریم یاد میکنه که خداوند اگر انسان ها به مشکل هستن، واضح است که اون در روز آخر خداوند مجازاتش میکنه. این صلاحیت خداوند است. یک مثال ساده براتون بگویم، بسیار ساده مثال است که شما همه روزانه میبینیم یا برمیخوریم. چراغ ترافیکی وایلیشن یا تخطی از یک چراغ سرخ ترافیکی است. وقتی یک انسان از یک چراغ ترافیکی که در حالی که سرخ است و باید استاد شود رد میشه، یعنی جرم را مرتکب شده. آیا کسایی که در پشت سر و اطراف اینا نشسته که اونا وظیفه داره که برای نمبر پلیت از زیره بگیرن و با پلیس زنگ بزنن؟ نه اصلا. یا او استاد بکنن که تو چرا این کار کردی؟ ما این حق را نداریم، برای اینکه پلیسی هست که وظیفش اون کار است. یعنی ما حق از این را نداریم که اگر انسان را
از این آیه ما مجازات بکنیم، ولی قانون گذاری هست، قانونی هست، اونا مجازاتش میکنن. اگر پلیس یافتش، گرفتش، یا اگر رادار کشفش کرد، خب جزایش میده، جریمهش باید بپردازن. او قانون گذار است، او را جزا میده. در اینجا هم که خداوند یاد میکنه، یعنی ما نمیتونیم ما قانون به دست بگیریم، بلکه قانون گذار در روز آخرت. بله، یک کسی اگر جرم را مرتکب میشه در روز آخرت، جزایش ما ایمان داریم برش که میبینیم. پس این که ما چرا اینجا این کار را نمیکنیم، خدا اون کار را میکنه. خدا برای که قانون ساخته، تخطی از قانون از صورت میگیره. خداوند در امی فرصت در دنیا بر انسان داده که اگر ندامت توبه میکشه، رای خود اصلاح میکنه، بهتر میسازه، خداوند مورد عفو خود قرارش میده. در غیر از او است که جزایش باید ببینه. فکر میکنم که سوال به می سادگی میتونه حل شود. چیز بسیار مغلق نیست. اما سوال دیگه که دارن، سوال مهمشان است که آیا قرآن در زمان حیات حیات محمد صلی الله علیه و سلم تکمیل بود؟ و بعضن و ضمناً گفته شده که قسمت زیاد قرآن از بین رفت پیش از اینکه جمع‌آوری شود. من به این خاطر مستشرقین را یاد کردم، خاورشناسا را یاد کردم که اینا تحقیقات میکنن، میگردن دنبال هر نوع روایت و حدیث و یا از قرآن اگر چیز پیدا بکنن، یا از هر جایی که اگر یک چیز پیدا بکنن، اینا میخواین دنبالش باشن تا بتانن نشان بدن که مشکلات زیاده در بین اسلام وجود داره. اینا رو میخواین نشان بدن که همی حالت، همی مسئله کم قرآن کریم جمع‌آوری شد، یعنی یک قسمت زیادش فرضاً در زمان نه ابوبکر صدیق و نه عثمان ابن عفان خلیفه اول و سوم، وقتی اینا جمع کردن، او قرآن نبود، در حقیقت قرآن مکمل نبود. آیا همچون چیزی هست که میاییم سر از این که آیا قرآن چی میگه و ما به چه اعتقاد هستیم؟ اما او رو میگذاریم فعلا، میاییم نیم ساعت دیگه، شاید 15 دقیقه دیگه سرش صحبت بکنیم. اما آیا همچون روایات هست؟ بله عزیزم، همچون روایات در کتاب ها وجود داره، در کتاب ها وجود داره. مسلمان ما تحقیق نکرده، مسلمان ما دنبال انسان ها رفتن متاسفانه، و انسان ها واعظ مبلغ و چیزا را نمیگه. همه چیزی که خودشان درک کرده نمیتونه اون رو پت میکنه، و هر واقعیتی که در اونجا وجود داره، یا واقعیت باشه یا خلاف واقعیت، اونا را پوش میکنن، بحث نکنن. برای از این که اونا فقط میخواین که مسلمان در یک چیز نگاه کنن، اینه تا چشم بسته نگاهش کنن، که من او را خوش ندارم. من فقط میخواییم که مسلمان چشم باز دین قبول کنه. اگر قبول کرده، با چشم باز و گوش باز پذیرفته و باید بپذیرش. و اگر کورکورانه قبول کرده، نابیناانه قبول کرده، اصلا اسلام را قبول نکرده، از ملا شنیده. همچه روایاته؟ بله وجود داره در کتاب ها. برای دیگه میاد در امروز از یکی از مشتقین مستشقینه که چی هست، شاید بینندی محترم هم از امون نقل کرده باشن، چرا مطالب را که من آنلاین ها خواندم از آرتر جفری، یکی از مستشقینه بوده که خودش مسیح، مسلمان مسیح هستن. اینا تحقیقات بسیار زیاد کردن، کتاب ها نوشته کردن در مورد قرآن بخصوص، در مورد اسلام بخصوص. و اونا هم از هر جای، از هر کتاب آوردن، نقل قول کردن و گفتن که کی این روایت کرده. که من فقط هفته قبل به نام خرافات یک بحث داشتیم، فردن یک مولوی میای صحبت میکنه و چقدر خرافی در مورد شفاعت صحبت میکنن.
او از دل خود صحبت نمیکنه در اون کتابا نوشته است. آیا اون چیزا واقعیت است؟ مطلقاً ضد قرآن که تا من هفته قبل فرصت دی نشد که آیات قرآنی رو بیارم. چرا تقریبا 8-9 کلپ بود که من باید میگذاشتم و تلفن دوستانم جواب میگفتم، خب فرصت از این نشد. مطلقاً مخالف قرآن کریم، اما در کتاب ها هست اون چیزا. خوش وایزین و مبلغین میارن میگن، فقط ما افسانه ها خوش هستن، اما اکثر چیزایی که باید مردم انتقاد بکنن، با خصوص کسایی که مسلمان نیستن، اونا انتقاد بکنن دیگه، باز اینا عصب و اعصابشون خراب است. که ما انتقاد را باید بپذیریم، بسیار با پیشانی باز، با تبسم و با احترام بپذیریم، ببینیم چی است. اگر ما واقعا دین خود را درک کردیم، هیچ ناراحتی وجود نداره، هیچ ناراحتی وجود نداره. و اینایی که یاد میکنن که بردن، خب قرآن کریم قسمت زیادش یعنی از بین رفتن، گفتم که روایات هست. من شامل روایات نمیرم، شامل روایات نمیشم. من پیش ما حقیقت مسلم هست، و این کتابی که ما امروز داریم، و این کتابی که امروز داریم پیش ما کتابش کامل، کتابش جامع، کتابش که خواست خدا، خداوند خواستش ای بوده که حفظ بکنه او چیزی را که خواستش بوده حفظ بوده، حفظ شده که امروز ما این کتاب داریم. ای که روایات ابن مسعود چی میگه، یا از فرزند ابن ابی عبید چی میگه، یا که روایات مختلف از راوی های مختلف بوده که آوردن راپور دادن که والا فلانی تو راپور داد. و اگه دو سه برنامه قبل ما یا چهار برنامه قبل صحبت هم کردیم ببخشید که حتی نه تنها روایت جعل شده، بلکه راوی هم جعل شده. به این اندازه ما در دسیسه بازی و توطئه داشتیم در از خود مسلمان، نامش مسلمان بوده، جمع‌آوری کرده اینا را. کتاب‌های حدیث پر است از اینچون روایات ناجور و ناسالم، تاریخ پر است. خب ما نمیتونیم، ما مربوط از اینست که ایمان ما به چی است و اعتماد ما سر کی است. وقتی ما اگر اعتماد سر خدا داریم، کتابش است، ما معتقد هستیم برش. و اگر ما اعتماد سر راوی ها داریم که روایت بکنن، یا راوی خودش جعلی بوده یا روایت جعلی بوده، چیزی که مخالف قرآن است. البته به این معنی نیست که همه چیز غلط است، نه، به این معنی نیست. یکسر روایت درست است. بعضی روایتی که گل من گفتم از کتب احادیث بر شما انتخاب میکنم، احادیث نخبه که میگم واقعا میشه اینمی از شان به شان پیامبر ما میزی بک، من در پول قرآن کریم نمیگذارمش، اما چیزی خوبش است بر پیامبر خود نور نسبت میدم، اونم واقعا واقعیت است. اما چیزهای ناجور و ناسالم بسیار زیاد است. حتی روایات است که روایاتی است که در مورد قرآن، فقط صرفا اگر در مورد قرآن محدود بسازیم صحبت، حتی روایات از بین خود مسلمان های ما به نام مصحف علی یک وجود داره که مصحف علی را حتی میگن در موقعی که حضرت عثمان جمع‌آوری قرآن حیات تعیین کردن باید قرآن چیز شود، جمع‌آوری قبلا شده بود، از پراگندگی نجات پیدا کرده بود، اما منعیسه یک کتاب تألیف شوه، کتاب منعیسه یک کتاب تألیف شوه یا یک جای شوه، بسته بندی شوه. میگن در اونجا روایت است، در اونجا میگه حضرت علی آم آورد مصحف خود را آورد و صحابه و کسایی که حیات اینا بودن حتما میگه او رد کردن، نپذیرفتن، و حضرت علی مصحف خود را برد به خانه و بعد از او دیگه احد هیچ کس او را ندید. امی روایت هم به می شکل هم اومده، چی شده؟ او چی بود؟ یا مصحف فاطمه تو زهرا، دختر پیامبر خدا،
که روایت است که یک مصحف فاطمه سه برابر قرآن کریم است و حتی گفته شده که تمام علوم از ابتدا تا انتها پیش از اسلام و بعد اسلام تا روز قیامت در روح مصحف گنجانیده شده. جبرئیل برای فاطمه زهرا گفته و تمام حال و احوال واقعیت‌های پیامبر و اینا و اون مصحف هم از امام به امام دیگه و بالاخره به نزد امام دوازدهم است که غایب است و هر وقت که آمد اون مصحف میاره. به این روایات است. اینا روایت است. البته مؤمنین محقق شیعه هم نمیپذیره ایره، سنی هم نمیپذیره. برای دیگه همه شیعه و سنی به این قرآن اعتقاد داره، این کتابشان است. همه معتقد به میسم. شما میبینیم که مؤمنین شیعه و مؤمنین سنی همه این کتابش است. نه بر قرآن یا مصحف علی معتقد هستن، نه بر صحیفه یا مصحف فاطمه زهرا، این کتابشان است. اما در روایت آمده، شاید یک تعداد هم بگن، شاید هم تر چیزی بوده که امروز گم است و نیست. اما دنبال روایات رفتن ما را بسیار زیاد از حقیقت دور میکنن، از حقیقت بسیار ما را دور میسازن. خب بیننده گرامی، با دنبال صحبتهای خود ادامه میتیم صحبتهای خود را، البته یا دنبال میکنیم. یک مطلب دیگه ایشان که اونا هم اشاره کردن، مسئله آیه رجم، آیه رجم شاید یعنی آیه سنگسار، که اینام خودم این روایات بسیار کارها کرده دیگه. آیا آیه رجم، آیه سنگسار در قرآن کریم است؟ وجود نداره. در قرآن کریم اصلا آیه سنگسار وجود نداره. یک آیه که جزای زانی و زانیه را تعیین کرده باشه که باید سنگسار شود، نه، قطعا در قرآن وجود نداره. چرا مسلمان ها عمل میکنن؟ برای اینکه متاسفانه در این روایات آمده و گفته شده و از این مسائل. اما اینا یاد میکنن، همین انتقاد که دارن که فرضاً آیه سنگسار یا آیه رجم که در یک چیز نوشته شده بود، مطابق همون روایاته که در بخاری فکر میکنم نوشته است، از عایشه صدیقه که در زیر بسترشان ماندگی بود و باز آمده بود خورده. ببینید خنددار هم است والا، بسیار خنددار است. همین روایات هم که شما میشنوین بسیار خنددار است که آدم بشنوه که آیه قرآن در زیر بستر خود عایشه صدیقه مانده بود و یک بز آمد و را خورد. اصلا بسیار خنددار هم است، بسیار مضحک هم است، اما در روایات هم است و یک تعداد مسلمان ها با معتقد است. برای که در بخاری آمده، بخاری میگن صحیح بخاری. و ما در همین هفته قبل سر مسئله خرافات سر صحبت میکردم، سر ساق پای خدا استغفرالله که در بخاری آمده، او را دیدن مفهم. اگر دیدن کسایی ندیدن، هفته قبل بوده خرافات در بین مسلمین. پس این همه روایات است. قرآن کریم آیه رجم وجود نداره در قرآن کریم، ولی در سوره 24 که سوره نور است، آیه دومش مجازات زانی و زانیه را تعیین میکنه که از زانیت و از زانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده، یعنی 100 شلاق است. قوام البته چون بحث ما روی از این نیست، یک بحث مفصلی است. قوام در کدام شرایط؟ اگر شرایط قرآنی مراد شود، اصلا ممکن نیست، ممکن نیست که عموم مجازات هم داده شود. تا اگر شرایط قرآنی مراد شود، خب مسلمان بی مسئولیت هر کار میکنند، دو نفر شاید پیدا میکنند، نفر میرن سنگسار میکنند، چی رسه ای که شلاق بزنند. پس اینجا در این مورد امید است که سوال حل شده باشه. و ضمن یاد کردن در امی، چون بحث قرآنی سوالات بیننده محترم ماست و میگن که وقت ابوبکر قرآن جمعاری کرد، بسیاری از قرا کشته شده بودن، قاری ها کشته شده بودن.
قاری ها کشته شده بودن. بله در امون دوران جنگ یمامه بوده که اتفاق افتاد و امون جنگ وقت اتفاق افتاد در نظر به روایات است که make sense میکنه، یعنی معقول به نظر میرسه. میگن خلیفه دوم آمد پیش خلیفه اول، خلیفه دوم خو خلیفه نبود عمر فاروق بگویم، آمدن پیش ابوبکر صدیق و گفتن که یک کار باید بکنیم برای یک تعداد قاری ها از بین رفتن، قاری ها کشته شدن، شهید شدن، اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه شاید یک قسمت قرآن از بین بره یا شاید قاری ها از بین بره باز چی میشه. اگر این قاری ها به این معنا نبودن در اون موقع، خدمت از اینا باید یاد بکنم و بیردای محترم که در اون موقع نبود که یک قاری فرزن سپاری اول یک قاری یاد بکنم، سپاری دوم یک قاری، دوم سپاری سوم، یا سوره اول تا سوره دوم یک قاری و سوره دوم تا بیستم دیگه قاری و. نه نه اونطور نبود. قاری ها وقت قرائت میکردن مثل که قاری های امروز در افغانستان تمام قرآن خوردن یا در کشورهای اسلامی تمام قرآن حفظ میکنن. یعنی وقتی یک تعداد قاری ها کشته شد، خب یک تعداد قاری های دیگه بود که تمام قرآن حفظ داشتن، یعنی اونا زنده بودن، همه قاری ها کشته نشده بود. و عمر فاروق با مو دوراندیشی که داشتن پیش ابوبکر صدیق رفتن که اگر امی یک را و چاره برش سنجیده شود که پیش از این که مشکلات زیاد بیشتر شد یا قاری صاحبا کلش فردن از بیمیرن و کشته شوند، در او صورت یک مشکل دیگه است. و ضمناً از عبدالله ابن عمر هم نقل کردن که او هم به عقیده بوده که قرآن تکمیل نیست و او هم تمیده تایید کرده. باز هم یک روایت است، چرا عبدالله ابن عمر شخصیت بودن که واقعا شخصیت محترمی بودن، پسر عمر فاروق، کوشش کردن روایات بیشتر به نام از او بزنن تا مورد پسند و مورد قبول دیگرها واقع شود. و او در کتاب ها هست، مستشرقین میگیرن، حق دارن که بگیرن، اونمون رو میگیرن، میگن این کتاب هاییست که مسلمان معتقد است، وخصوص که مسلمان میگه ما قرآن و حدیث و در کتاب های حدیث میافن کلش هم میگیرن، میگه اینه میاست، مسلمان میگه قبولش داره و حدیث قبول داره که با من میگه من کسی که قرآن و میگه قرآن و حدیث و کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم در پالوش میمانه، از دید من مشرک شرک محض است، شرک محض است. برای اینکه صدها روایت صدها استاندارد در اونجا ماندگی است، در پالوی استاندارد خدا از شرک هم بالاتر است، از شرک هم بالاتر است او. ولی چون مسلمان همین چیزها را در دنیا پخش کردن که قرآن و حدیث، وقتی پخش کردن گناه مستشرقین رو میست و میگن خب قرآن و حدیث گفتن، اینا رو میگن بخیه یک جای پیش میره و اینا رو ما پیدا میکنیم، از امون کتاب های روایات پیدا میکنن، روایت ضعیف و روایت دروغی و روایت جعلی و روایت هر چیز پیدا میکنن، میگن این تو یک چیز است. اما و ضمناً به می ارتباط، چون سوالا من رو شکر کردیم بیردای محترم، میخواییم که به می ارتباط چیزایی که هست سرش صحبت بکنیم که بعد من میام از دید قرآن سرش صحبت میکنم. میگن هم که عثمان هم قرائات مختلف را از بین برد، خلیفه سوم، بله از بین برد، درست است. ما شما تاریخ او را میگیم، همین تاریخ تقریبا از چندین جای روایت شده، شاید درست باشه که قرائات مختلف در او دوران بود که میگن 7 قرائت یا 14 قرائت یا 10، چندین روایت است که امیام مورد سوال است. ولی یک شنگاه کرد و دیگاهش تماما از بین برد، یا اصل کاپی های چیزایی که دیگرها جمع کرده بودن و مطابق همو کاپی استاندرد عثمانی که تهیه شد که ما امروز قرآن کریم داریم مطابق از این بود، دیگاهش امر کرد که باید سوزانده شود، از بین برده شود. بسید البته یک قرائت دیگه است که از ورش که در
افریقا چیز است مرسوم است. من قرآن کریم چه دارم در خانه فراموش کردیم که امروز میآوردم و نشان میدادم، اما یک چیز وجود داره که فرق داره از این قرآن کریم. البته فرقش در کجا است؟ باید خدمت بینندگان گرامی باید بگویم که فرقش در کجا هست، که فکر نکنن که خیلی وقت قرآن فرق داره دیگه، اونها خیلی قرآن کریم وجود داره به شکل فیزیکی وجود داره، ماده من دارم در خانه دارم. و فرقش در ایست که در اعراب یا نقطه گذاریش یا زیر و زبریناش یک اندازه تفاوت هایی هست، و خصوص در زیر و زبری در نقطه گذاریناش. مثلا نون در امی روایت ورش نقطه نداره، نون نقطه نداره، ف یک نقطه داره در زیر ف است، یک نقطه که در بالای ف که ما ف میخوانیم در روایت مرسوم او قاف است پیش از اونا. مثل ازی تغییرات درش هست. اما جالب است، من دارم خوش دارم دارمشه، یا اون بار میبینم که ببینم چی تغییرات دیگه درش هست، اما متن خود کلام فرق نمیکنه، تغییر نداره. اما 114 سوره که هست و تعداد آیات که هست تمامش مکمل هست، منتها طرز نوشتش فرق میکنه. خب این هم بود در این مورد. و آن البته چند سوال دیگه هم مانده که من سرش صحبت میکنم، منتها بیم که از نظر قرآن کریم من ببینم، نظر خود براتون بگویم، نظره که من برداشته از قرآن دارم. و این قرآن کریم که همه ما و شما میدانیم در سوره هجر، سوره 15 قرآن کریم، قرآن پاک آیه 9 است که بر ما یاد میکنه، مکمل مفصل بیان میکنه که ما این قرآن را نازل کردیم و حافظ شام ما هستم. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له الحافظون. ما این قرآن را نازل کردیم و حافظش هم هستم. و می خاطر بود که من اشاره کردم 15-20 دقیقه پیشتر که این چیز را که خواست خدا بوده که باید حفظ می شد حفظ است. این قرآن است که ما داریم، کاملا در اختیار ما است و ما هیچ شک، من خودم شک ندارم و مؤمنین هیچ شک نباید داشته باشم. آله بخاطر که امیره، من شخصا علاقمند معجزات عددی اینا زیاد نیستم. من میبینم که متن چی میگه، خود قرآن چی میگه، اصلا مطالبی که آیات آدم میخونه. و من خود را که در قرن 21 زندگی میکنم تصور میکنم 1400 سال پیشتر و میگم این کتاب در اون آیات در اون مورد آمده، در اون وقت آمده، چقدر آیات عظیمی هست، پر معنای هست، پر مفهومی هست که ذکر شده. و من معجزه قرآن، عظمت قرآن در اون میبینم. نداری که خب ارقامی هست و جمع تفریق کردن چطور با این مساویس اینا، که البته اوام زیبا هست، اما من بیشتر در متن قرآن مراجعه میکنم. اما در این مورد چون بسیار وارد هست که بیننده محترم سوال کردن که قرآن خود تکمیل نشد، قرآن یک قسمت زیادش از بین رفت، در موقع جمع‌آوری کردن اینا وجود نداره اصلا، خب پس این قرآن کریم نامکمل هست به عیسی. به این خاطر من اعداد همین معجزه ریاضی قرآن کریم، معجزه عدد 19 نیست، او یک چیز دیگه است. او رو امروز سرش بحث نمی کنه. یک چیز دیگه است که من مدت ها پیش شنیدم ولی من خودم میره تحقیق کردم، زیاد وقتم نمیگیرم. مطمئن باشین که 2-3 ساعت وقت ما را زیاد نمیگیره. بیره دای محترم، هر کدام ما و شما میتونیم که فقط با یک کلکولیتر که پیش روی ما باشه، یک قرآن کریم و کلکولیتر پیش روی ما باشه، 2-3 ساعت من تضمانت میکنم 2-3 ساعت وقت زیاد نمیگیره که ما این حقیقت را پیدا کنیم. زیبا است، فوق العاده زیباست، که در این مورد نشان میده که این قرآن اصلا هیچ کمبود نداره،
همه چیزش سر جایش هست، همه چیزش ثابت مانده اصلا. او چی رقم است؟ ببینیم دین دای گرامی، یه طور است که ما همه میدانیم تمام قرآن هایی که بروس هست در جهان 114 سوره داره، میدانیم همه 114 سوره داره و این حقیقتا میفهمیم که هر سوره قرآن یک تعداد معین آیات را در خود داره. مثلا طور مثال سوره بقره سوره دوم قرآن پاک است، شمارش دوست سوره دوم تعداد آیاتش 286 آیه است. یا سوره سوم سوره آل عمران شمارش 3 ولی تعداد آیاتش 200 آیه است. یعنی هر کدامش آیات مشخصی داره برای خود، تا 114 سوره تمام قرآن کریم. دقت بکنین در این مورد. حالا اگر ما همین شماره هایی که از شماره یک سوره فاتحه است، شماره دو بقره است و تا شماره 114 که سوره الناس است، سوره ناس، اینا را اگر این رقم ها را ما جمع تعداد آیات که در هر سوره هست بکنیم، مثلا مثال براتون دادم سوره دوم سوره بقره 286 آیه داره، جمع دو باید بکنیم برای دیگه شماره سوره دوست میشه 288. یا فرضاً سوره سوم که شماره 3 هست تعداد آیاتش 200 هست، اگر 3 را جمع 200 بگیریم بسیار ساده هست 203 میشه، تا بالاخره که به آیه به سوره 114 برسیم. یعنی ما نمبر سوره ها را با تعداد آیات همون سوره جمع بکنیم، یک ستون یا یک لست 114 رقمی را برای ما میده که مسلمان یک تعداد جفت یک تعداد تاق یا جفت یا تاق از دیگر شک درش نیست. اما ایجادش از امی ظرافت را که آدم درش میبینه که واقعا این قرآن هیچ نوع تغییر و تحریف درش نامده. برای زی که وقت شما میبینین امی 114 رقم جدیدی که شما به دست آوردین، 57ش یعنی نیمش، 57ش جفت است و 57ش تاق. گفتم میره خودتان فقط 2-3 ساعت وقتان نمیره، خودتان میتونین وقت بگذرانین و تحقیق بکنین. ما کردیم، چرا ما وقت از وبسایت ها خواندم یا هر جایی شنیدم ما خودم مطمئن نمیشم و در تلویزیون یاد نمیکنم تا وقتی که خودم رو عمل نکرده باشم، خودم دیده باشم که مطمئن شوم که نه کاملا درست است. یعنی نیمش جفت و نیمش تاق، 57ش جفت 57ش تاق. حالا 57 جفت از این اعداد جفت از این اگر بگیریم جمع بکنین اموره 57ش جمع بکنین میشه 6236، اگر اشتباه نکرده باشم بله 6236. یعنی نصف قرآن است در حقیقت، نصف از نظر شماره اینایی که گرفتیم ما، چرا نصف 57ش جفت بود 57ش تا ما 57 جفت از این را جمع کردیم امو رقمهای شد 6236 حاصل جمع ماست و این 6236 دقیقا تعداد آیات تمام قرآن کریم است. بسیار زیبا است واقعا. یعنی از نیمه که جفت بوده ما گرفتیم، ولی وقتی رو جمع میبندین تمام آیات قرآن کریم که 6236 آیه است دقیقا یکی پس پیش نیست. این چی معنا میده برای ما بینیدهای محترم؟ چرا می ره یاد کردم؟ چرا در طول سالها می ره یاد نکردیم؟ برای دی که در امیجا مورد داشت، چون وقتی آیه قرآن ما تکمیل هست یا نیست، اگر یک آیه کم می شد یا یک آیه زیاد می شد امی رقم دقیق با وجود نمی آمد، کاملا برهم خورده بود.
یا اگر یک سوره زیاد میشد یا یک سوره کم میشد، باز هم ما همین 26236 بر ما میسر نمیشد. یکم ما اصلا ادعا کردن نمیتونستیم. وی آیا معجزه قرآن است؟ بله، یک معجزه است. یک معجزه بگوییم یا یک عظمتی که خداوند سبحان ای را به می شکل گذاشته تا یک وقت در قرن 21 یا 20 فرزن مردم تحقیق بکنن ببینن که یک قرآن هیچ چیزی را از دست نداده، همه چیزش ثابت است. خب این شمارای جفت بود که خدمت شما یاد کردم. آن شمارای تاقش چی میشه؟ شمارای تاق که اگر ما جمع بکنیم تعدادشان 6555 میشه، حاصل جمعش 6555، که 6555 هم به اثر نیست. این هم یک ارتباط دیگه، یک اجازه دیگه داره، و اویست که اگر شما شماره سوره ها را جمع ببندید، شماره سوره ها را تنها، یعنی جمع آیات، جمع تعداد آیات نکردیم، آله فقط شماره سوره ها، مثلا یک جمع دو جمع سه جمع چهار، بالاخره جمع 114، اگر شما امیر جمع ببندین خودتان میشه 6555. بازم دقیقا بر ما امیر نشان میده که نه یک سوره اضافه شده، نه یک سوره کم شده، نه یک آیه اضافه شده، نه یک آیه کم شده. چرا اگر یک سوره اضافه میشد نظم برهم خورده بود، اگر یک سوره کم میشدی نظم برهم خورده بود، اگر یک آیه زیاد میشدی نظم برهم خورده بود، یا یک آیه کم میشدی نظم برهم خورده بود. شما بیننده گرامی خودتان، امیر خودتان به 3 ساعت وقتانه بگذرانی، خودتان این کار بکنین، بسیار جالب است برای خودتان، باز مطمئن میشین. و مقیم دارم که وقت مطمئن شدین خودتان، گپ دیگر ها سرتان حتما تأثیر نمی کنه. ای بود در اون مورد، من میخاطر این من یاد کردم. اما ببینیم که چیزایی را که من باید یاد بکنم. سوال دیگه دوست ما ای بوده که در مورد حضرت عیسی، حضرت عیسی را نوشته کردن که از دید قرآن بدار زده نشد، با آسمان برده شد، دوباره بر میگرد. البته اونا به انگلیسی نوشته کردن، ما این را ترجمه کردیم، نه ترجمه که آدم مطلبش آورده که دوستا بفهمن که سر چی اونا سوال کردن، که گفتن که حضرت عیسی را یعنی بدار زده نشد. بله قرآن کریم میگه، درست است، اونا میگن که فرزن سوره نساء هست، سوره چهارم قرآن پاک، آیات ۱۵۸ هست. در ۱۵۷ شاد میکنه که و ما داخلش و ما قتلوه یقینا، او را به یقین نکشتن، بل آیه ۱۵۸ بل رفعه الله الیه، بلکه خدا او را به سوی خود بلند کرد. همین لغوی معنایش همین معنا را میده، بل رفعه، یعنی او را بلند کرد الله و خداوند، الهی به سوی خود، این معنای لغویش است. اما خب به می خاطر بوده که مسلمان ها به می نظر آمدن که خداوند حضرت عیسی را بلند کرد، پیش خود بردش و در جنت است یا در هر کجایی که است، در حالی که اصلا مطابق قرآن کریم درست به نظر نمی رسد. اول کلمه رفعه بلند کردن به شکل فیزیکی معنا نمیده، میتونه به شکل فیزیکی هم معنا میده، اما به دیگه یعنی درجه های یک چیز هم میتونه بلند کردن. این میتونه که اگر به این شکل معنا بکنید که بل رفع الله الیه، یعنی مرتبه شد به سوی خود بلند کرد، پیش خود مرتبه شد بلند کرد، یعنی حضرت عیسی تا دم چوبه دارم رفت و از حقیقت نگذشت، مرتبه شد بلند کرده پیش خود خداوند. یا حتی در همین مورد سوره، یک سوره هست که در سوره مریم هم امیر ما یک آیه از سوره مریم سوره 19 قرآن پاک
آیه 57 در مورد ادریس هم عین کلمه و کار رفته، پیامبر ادریس. آیه پیشترش هست وذکر فی الکتاب ادریس، شما یاد بکنین در کتاب قصه حضرت ادریس انه کان صدیق النبی، که صادق و پیامبر بود. و رفعناه مکانا علیا، بازم کلمه رفع به کار رفته، و رفعناه ما او را بلند کردیم، مقامش پیش خود بلند کردیم، مقام بلند پیش برش دادیم. اما هیچ کس نمیگه که حضرت ادریس هم خداوند پیش خود به شکل فیزیکی بالا کرد. چرا در مورد حضرت عیسی میگن؟ برای اینکه خب چیزهای گفته شد و تعبیرهای صورت گرفت و برداشتهای شد و کوشش کردن که اون برداشت رنگ حقیقت بزنن و بر مردم بدن، اما به این معنا نیست. و ضمناً قرآن کریم که یاد میکنه کل نفس ذائقة الموت، هر انسان ذائقه مرگ چشنده است. حتی در این مورد یک آیه هست که پیش از این سوره انبیا آیه 34ش و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یعنی هیچ بشر را خداوند میفرمایه که هیچ بشر را قبل از تو، قبل از تو محمد صلی الله علیه و سلم، ما جاودان نساختیم که عمر جاوید برش داده باشم. یعنی حضرت عیسی خب پیش از پیامبر خدا بود دیگه، پیش از پیامبر آخر زمان بود. خداوند میگه پیش از تو هیچ کسی را حیات جاویدان ندادیم. افا این مت فهم الخالدون، آیا که تو میمری اونا دیگر را زنده میباشن؟ نه، یعنی انسان کلش یک مدت دارن، یک عمر دارن، 250 و 100 و بالاخره بعضی کسا 110 و 115 میگذرد تیر میشن، یعنی به اون مرحله میرسن ولی بالاخره میمیرن، این دنیا را ترک میگن. و بعد مطابق همین آیات قرآن کریم که بلا فاصله میفرمایه که کل نفس ذائقة الموت، هر انسانه، هر نفسه، نه تنها انسان بلکه هر نفس، هر زیروه ذائقه مرگ چشیدنی است. اونا میچشن مرگ، میمیرن. و مطابق همین آیات قرآن پاک حضرت عیسی معصوم هم وفات کردن، حضرت عیسی معصوم وفات کردن، خواب شدن، رویشان شاد باشن. برای دیگه ما معتقد هستیم به نیست انسان، حضرت عیسی انسان بود و قرآن کریم به می صراحت یاد میکنه. پس برادر ما که یاد میکنن، برادر ما یا خواهر ما، اگر من اشتباه نکرده باشم، اسمشان اشتباه نکرده باشم، یک بیرد محترمه بودن، اونا یاد کردن که حضرت عیسی به دار زده نشد، با آسمان برده شد، دوباره بر میگرده. مسئله دوباره برگشتن حضرت عیسی هم قرآن یاد نکرده، ابدا یاد نکرده، جایی واضح یاد نکرده. اشارات برش مسلمان ها داره که میگن، یا مسلمان ها یا کسایی که فرزند خود مسیح هم وقت قرآن کریم مطالعه میکنن میگن که بعض اشارات فرزند تو یک چیزهایی هست که شاید حضرت عیسی میایه و اینا، اما قرآن کریم یاد نکرده برگشته حضرت عیسی را به شکل واضحی که بوده که حضرت عیسی در آخر زمان پایین میشه یا زنده میشه دوباره. چرا؟ مطابق قرآن کریم حضرت عیسی انسان بود، و مطابق قرآن کریم هر زیروه مزی مرگ چشیدنی است و اونا هم به رحمت خدا پیوستن. و سوال دیگه ایشان به می ارتباط مسئله است که چرا خداوند سبحان فرزند که کتاب دیگه که از بایبل، قرآن کریم منظورشان است، یک کتاب دیگه روان میکنه که از بایبل که متفاوت باشه، یک پیامبر دیگه روان میکنه که از پیامبر بایبل که تفاوت داشته باشه، یعنی چرا این طور چیزی وجود داره؟ البته پیامبرها همه اصولشان، این دیگاهی رو اول به خدمتون بخونم، در سوره چیز است، سوره 42 سوره شورا
آیه 13 است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. خداوند می فرماید بر محمد صلی الله علیه وسلم که مشروع کردم بر شما شریعت، پس شریعت من از شریعت پسندیدم بر شما از دین او چیزی که ما توصیه کردیم بر نوح. والذی اوحینا الیک، او چیزی که ما به سوی تو وحی کردیم و محمد صلی الله علیه وسلم، و ما او چیزی که وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، و او چیزی که ما توصیه کردیم با او با همون چیز ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام را، یعنی اونا همه یک چیز بوده. بر تو می توصیه را کردیم، بر از اونام توصیه را کردیم، بر تو می وحی کردیم، بر از اونام وی بوده. ان اقیم الدین، که شما در دین ثابت بانین، قائم بانین، ولا تتفرقوا فیه، و درش تفرقه ایجاد نکنین. خدا یکیست، پیامبرایش که تماما بر حق است، به خاطر هدایت بشر فرستاده شدن، و همسال چیزها، تمام چیزها بر هر پیامبر داده شده. این حقایق. یک سلسله چیزهای شاعر فرق کرده در یهودیت و مسیحیت و اسلام، بله این چیزها فرق داره. شاعر یک تشریفات مذهبی است، هر کدام یک چیزهایی گرفتن، زیباییش هم من فکر میکنم زیباییش است، این کمبودش نیست. اما در اصول هیچ تغییر درشان نیست. در اصول باید همه اونم یک خدای واحد است. پیامبرها تماما انسان بودن، به خاطر هدایت انسان ها آمده شده. کتاب خدا اونم یگانه هدایت است برای بشریت، یا برای امو امت کتاب خدا یگانه هدایت است، که ما متاسفانه بسیار فراموش کردیم امروزی نه، و دنبال چیزهای دیگه رفتیم. اما ای که تفاوت های شایعات کردن، بله، یا ای که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از حضرت عیسی فرق داره، خب او خواست خداوند یک چیزایی بوده دیگه، چیزهایی را که خواستش بوده تغییرات درشون باشه و برشون بده و دستورات و این مسائل خواست از او بوده. اما در اصول قاطع و جامع همه یکسان فکر کردن، یک چیز بوده. آیه 42 سوره، آیه 13 سوره 42 رو به خدمتتون خواندم، که امید است که واضح شود در این مورد. آله ای، خب البته یک نکته دیگر هم یاد کردن که آیا من شخص خود من برخلاف 95% مسلمان ها فکر میکنم که برداشت من از قرآن درست است و دیگر ها غلط است و من قرآن عربی را از کلی که بیشتر میفهمم نیم. من یه دار عبدا نکردیم، یه داره من نکردیم که من از عربان و اگون یادم کردن که حتی کسانی که زبان مادریشان عربیست، خوبی هایی که زبان مادریش عربیست، عربی میفهم، اون زبانشان است، زبان من نیست. اونم قدر عربی را من میفهمم که قرآن میفهمم، قرآن درک کردیم. و اگر در کلمات مغلق بر میخورم که زیاد تکرار نشده در قرآن از حافظ انسان ها میره، من کوش میکنم به دکشنری عربی مراجعه بکنم ببینم که اون چه معنا میده. و دکشنری عربی جامعی هم که در آنلاین هست وجود داره که دوستان میتونن برن، عربک لکسیکان از ویلیام لین، خدا من رویشان شاد داشته باشه که چی خدمت بزرگ کردن این شخصیته که اینی تمام کلمات قرآن تجزیه و تحلیل کردن و در آنلاین وجود داره، ویلیام لین، LANE، عربک لکسیکان. پس ما یه داره نکردیم و ما کوشش میکنم که کتاب بفهمم و تا جایی که اونقدر عربی که میفهمم، الحمدلله خدا را شاکر هستم که مرا بسیار زیاد کمک کرده در فهم قرآن کریم که درک بکنم. اما این که چطور من 95% هم من باید خود به دیگه امرایشان قرار دارم، این امرایشان هستم، راست گفتن اینه. شما برین هر جای بگردین، هر وبسایت برین بگردین که آیا برگشت به قرآن شما چقدر پیدا میکنین. برگشت به قرآن نداره. هر جایی که شما ببینین از عرب تا
تا غیر عرب، تا اروپایی، تا آمریکایی، تا هر جایی که برین، همش قرآن و سنت، قرآن و سنت آوردن. و این سنت هم بسیار زرنگانه و ماهرانه آوردن. وقتی قرآن سنت گفتن، یعنی هر چیزی که به نام دین نسبت بدن در او کتابای سنت پیدا میکنن. یعنی اگر سر ببرن در او کتابا پیدا میکنن، اگر در بتن پیدا میکنن، اگر تکفیر بکنن در او کتابا پیدا میکنن، اگر آتش بزنن در او کتابا پیدا میکنن، اگر نفرت ایجاد بکنن در او کتابا پیدا میکنن. یعنی هر چیزی که هر جنایت را که به نام دین مبین اسلام نسبت بتن در او روایات یک سند دارن که باید بگویند که ما مطابق این سند کار میکنیم. خب 95% نه، زیادتر شاید مسلمان به مسیر است. شاید 1-2% مسلمان اگر به سوی قرآن بیاید، قرآن اساس کارش یگانه منبع برش باشه، شاید 1-2% باشه در عرب و غیر عرب. البته 1-2% هم باشه به گپش 10 میلیون میرسه. ای کاش این باشه. یعنی فکر بکنید 1.5 بیلیون انسان نامش مسلمان است، 1-2% هم بسیار زیاد میشه، 10 میلیون میشه. که ای کاش هم قدر باشه و امیدش، امید بسیار زیاد موجود است که در آینده شاید امی قرآن منعیس یک منبع اصلی و دین اسلام منعیس یک حقیقت مسلم بر مردم معرفی شود. خب بیننده گرامی، میریم به گیلان تجارتی میریم و دوباره لحظات بعد در خدمتتان هستم. و سوال عمده دیگهشان مانده در مورد خشونت در قرآن، اینا هم که سرش صحبت میکنیم. اگر دو ساعت زنگ میزنن، تلفنشان رو میگیریم، صحبت میکنیم. در غیر از او مطالب داریم که سرش صحبت بکنیم. با ما باشید. بیننده گرامی، باز هم در خدمتتان هستم و فکر میکنم اکثر سوالات اینا را من پاسخ گفتم. امیدوار هستم که برای بیننده محترم ما قناعت بخش بوده باشه. یعنی البته نظرم بود تا جایی که مقدور بود خدمتشان بیان کردم، ولی من خودم شخصا معتقد به مو چیزهایی هستم که میگم برشان، و بخصوص در مورد قرآن کریم که من یاد کردم چیزهایی که قرآن کمبودهایی داره و قسمت جمع‌آوری نشده. اینا حق دارن که انتقاد بکنن و بسیار جایهای نوشته شده، زیاد از این راپورها، از این روایات داده شده و میگیرن. کسایی که محقق هست میگیرن، امورا میارن برای ما و امیدوار هستیم ما وقت امروشون صحبت میکنیم و این توضیحات برشون بدیم. اما پیش از اینکه بیایم به این سوال آخر، باید یاد بکنم که خود قرآن کریم ما از دید دیگه فکر میکنم که کامل است. حتی یک آیه قرآن میتونه که کمال قرآن نشان بده. برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. سلام علیکم وسید صاحب. سلام علیکم محترم. بسیار خوب است، ما همیشه ما از این پروگرام شما استفاده کردیم. لطف کردین، مهربان هستین، بفرمایید. بله وسید صاحب، اما خود در قرآن شریف خوب بسیار ساده و آسان گفته پروردگار عالم که قرآن براتان آسان کردیم در هر لسانی که میتونین که از او بفهمین. اما بعض جایا که به این لسان خود ما که فارسی است که ما چیه، لیکن بعض جایا وسید صاحب آنقدر یا پرپیچ است یا ایست که آدم اون از امور تعبیر کنه، خب باز نمیتونه از پیش خود تفسیر ناق بکنه یا مقابل از او بکنه. مثلا من یک مثال براتان میتونم. خب باز یک آیت قرآن از در آل عمران در آیت 154 براتان میخونه که همینجا در قسمت اختیار مطلق پروردگار را هم اختیار در دست خود گرفته که برای انسان ها اصلا ایک جای گب وجود نداره. به این مثال الان من مثلا به یک مثال براتان میگم. همین خود پروگرام خودتان سابق شما عنوان داشتین تحت در پرتو قرآن، بله سابق شما داشتین، یعنی این به این مفهوم وقتی بود که یعنی یک تعداد ایمان داشتین که قرآن شریف هم میفهمن به کار، لیکن تا
حق امو پرده و چیزی که قرآن شریف باده به قسم به صورت سیستماتیک نمیتونن از او استفاده کنن، یعنی از پیج خود تعبیر میکنن از او استفاده میکنن که بازار نوشته که برگشت به قرآن، یعنی برگشت به قرآن شریف به این مفهوم است که یعنی به کلی روی خود گشتانده اینا پس دوباره به این طرف نهید، یک ذره درشتر آیاته شما عنوان انتخاب کردین. حالا ما میاییم در اینجا ببخشین دیگر میخواهش میکنم. نه بفرمایید بفرمایید. خب اینا را همی آیت 154 ما براتون میخونم، بلدو باز شما برای من تشریح بدین که این همی قسمت چطور پروردگار اختیار به کلی قید کرده که هیچ انسان اصلا اختیار نداره. حتی در قلب اینا من میخونم همی اگر امو قسمت خدا بعد از غم چطور آرامش بخش بر شما نازل کرد که ایده ای از شما را فرا گرفت و ایده ای در فکر جان خود بودند. در باره خدا به ناحق گمان نظیر گمان جاهلیت داشتند. می گفتند آیا در این کار ما اختیار داریم؟ بگو تمام کارها در اختیار خداست. چیزی را که برای تو آشکار نمی کردن در دلشان مخفی می نمودن. می گفتند اگر کار در دست ما بود اینجا کشته نمی شدیم. بگو اگر در خانه های خودتان هم بودید کسانی که قتل بر آنها مقرر شده بود، ببینیم واضح بود کسانی که قتل بر آنها مقرر شده بود با پای خود به محل قتل خود می رفتن برای اینکه خدا آنچی در دلتان است امتحان کند و آنچی در دل شما است پاک کند. خدا آنچی در دل هاست می داند. خب این حال سوال ما در اینمی جاست که شما تشریف بدن چرا همیشه ما از شما فامیدی و می فهم بزن مشکل که هست و می آیم کرده شما ترهم نکنم. این همی اختیار با کلی قید است. اگر یک کمی این تفسیر اینه خود تفسیر بیتو نمی کنم که در اینجا این همی جاست مسئله قتل بیشه امو آلت تقدیر گرفته که این وقتی که قتلتان رسید دیگه هر چیزی که بواسطه از اینکه تو کشته شدی دیگه در مورد وسیله کشته شدن تو نباید گپ زده شود. تنها اونمو حالتی که برای تو مدت قتل تعیین شده تو در اونجا به قتل می یعنی به قتل رسانده می شینم کسایی که به تو مدتش رسده. این حال به شما همینجا یک تشریح می خواهیم که چیز یعنی حتما اختیار و جبر اختیار چرا نمازد خواهش می کنم. خواهش میکنم. علیکم السلام. بسیار تشکر. خب یک سوال بیرنده محترم هم سوال بسیار جامعی هست و سوال است که بسیار کسا در موردش بسیار اختلاف نظر هست، بسیار برداشت های متفاوت درش هست. مسئله جبر و اختیار که یاد کردن و آیات اینا هم راست بگن، آیات قرآن کریم بعضن یعنی اون کسایی که معتقد به جبر هستن اونا هم سند از قرآن دارن و اونایی که معتقد به اختیار هستن هم آیات از قرآن کریم دارن. آیا این آیات ضد و نقیض از با هم دیگر نیست؟ برداشت ما انسان ها همین شرایط ایجاد کرده، شاید خواست خدا همینطور بوده که در کتاب اینا رو گذاشته برای ما که ما سرش دقت بکنیم، فکر بکنیم، تعمق بکنیم، ریسرچ و تحقیق بکنیم، ببینیم که به چی نتیجه میرسیم. اولی که مسئله جبر باید یاد کرد که به اون شکل که ما مسلمان ها فکر میکنم، من خودم به یه عقیده سم قرآن کریم رو تایید نمیکنم. یک تعداد مسلمان های ما که فکر میکنن که فرضاً خب یعنی همه چیز خدا تعیین کرده و وقتی میگیم همه چیز خدا تعیین کرده خیلی ما کی هستیم؟ ما این را که خلق کرده ما اصلا مثل یک روبات واره بیشتر نیستیم دیگه. خدا تعیین کرده که ما باید چی کنیم، کجا بریم، با کی بجنگیم، با کی صلح بکنیم، چه وقت بمیریم، چه وقت مریض شویم، چه وقت کشته شویم. خب اینا رو تعیین کرده، مثل یک ربات میشه ما اصلا، مثل کامپیوتر پروگرام ما کرده بس خلاص، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. در حالی که وقتی که خداوند یاد میکنه که کسی که میخواه که کفر بورزه مربوط خودش است، باید او اجازه داره که میتونه کفر بورزه. اگر کسی میخواه که ایمان بیاره، به حقیقت ایمان بیاره، او هم حق داره، و هم حق مسلمش هست و میتونه ایمان داره. یعنی اختیار به دست خودش هست که او انسان چه قسم
برداشت میکنه. و اگر مسئله جبر ما قاطعانه بگیریم، یعنی آزادی بر انسان وجود نداره. وقتی آزادی نیست، چون بس است که در 5 دقیقه راستی نمیشه که حل و فصل شوه، اما من امیره یک اشاره میخواستم بکنم که اگر امی مطلب یعنی مسئله جبر مطرح باشه، پس چرا انسان مسئول است پیش خدا دیگه؟ انسان چرا مسئول پیش خدا است؟ چرا عذابی است در آخرت؟ چرا دوزخی است؟ چرا جنتی است؟ خیلی همه باید به جنت برن یا همه به دوزخ برن یا همه محو شود؟ برای که انسان دیگه از خود اختیار نداره. اگر او اختیار یعنی جبر یعنی خداوند امیره تعیین کرده برشان، پس در اون صورت انسان موجود بی اختیار هست. وقت موجود بی اختیار باشه، هیچ وقت انسان مسئول نباید باشه، در حالی که انسان از هر عمل خود مسئول است پیش خدا. چرا قرآن کریم یاد میکنه که من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، کسی که یک کار نیک را انجام بده 10 برابر پاداش برش است. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، و کسی که کار بد را انجام بده و به اندازه اونم کار بد خود مجازات میشه و سرش ظلم هم نمیشه. خب بسیار واضح میشه، این آیات بسیار واضح و روشن میگه که انسان اختیار برش داده شده که کار خیر بکنه یا کار شر، کار خوب انجام بده یا کار بد انجام بده. یعنی حتی به کار خوب انسان را خداوند تشویق کرده تا انسان کار خوب بیشتر بکنه و از بدی ها خودداری بکنه، پیش خدا محترم است. اون انسان خوب که حسناتش، یا قرآن که اینجای دیگه یاد میکنه که ول وزن و یوم ازن الحق، وزن دو روز حق است، وزن اعمال منظور است، ای که چگونه وزن میشه و ترازو و اینان مردم چیزای بیشتر برش ساختن. اما یعنی اگر انسان کار خوب بیشتر کرده یا کار بد بیشتر کرده، در اون صورت یک بالانس، یک توازن درش می باشه که انسانی که کار خوبش بیشتر باشه و از اعمالش اعمال خوبش بیشتر است وارد جنت، و کسایی که اعمال بدش زیاد است مسلمان که و مطابق همو اعمال خود باید که مجازات شون و بعد از او اگر ایمان داشتن پس وارد جنت میشن. همین فلسفه است که ما مسلمان ها معتقد هستیم برش. اما اختیار بر انسان داده شده کاملا. یعنی از این آیات که من گفتم زیاد است، قرآن کریم بسیار زیاد، مثل آیه را که برادر ما یاد کردن، مثل از این آیات محدودی است که انسان میتونه اونطور فکر بکنه که خیلی خدا همه چیز او تعیین کرده سر ما و ما هیچ از خود اراده نداریم. مسئله مرگ فرزند، مسئله مرگ که مرگ خداوند تعیین کرده. ما مسلمان های زیاده داریم که میگن که مرگ اون روز مرگ خدا تعیین کرده که هیچ تغییر نمیخوره، و قرآن کریم هم یاد میکنه لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، میگه قرآن کریم. البته اونام که میگن سند دارن، اما این چی معنا میده؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، آیه 61 سوره نحل، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، وقتی که عمو میادشان به سر برسه، لا یستأخرون ساعتا، نه یک ساعت به تأخیر میفته، ولا یستقدمون، و نه یک ساعت به پیش میفته. یعنی قرار است سر ساعت کسی وفات بکنه، کشته شوه یا هر چیز شوه، نه یک ساعت پیشتر میشه نه یک ساعت بعدتر میشه. یعنی آیا این جبر نشان میده یا این اختیار نشان میده یا علم خدا را نشان میده؟ بگویم کسایی که برداشت اینطور برداشت دارن که جبر هست در دین، خداوند تعیین کرده، اونا هم یه آیات هم مثال میزنن، میگن خداوند تعیین کرده هیچ پس پیش نمیشه. اما من اینطور فکر میکنم که
نه ای که خدا تعیین کرده، بلکه خدا علم داره. خدا علم داره. مثالی که من همیشه دادیم در این مورد، بسیار مثال های واضحی هست. والا ببینید در خود افغانستان امروز چون واس شرایط صحی آماده نیست، اقتصاد مردم خراب است، دوا و داروی درست نیست، دکتر درست نیست، شفاخانه درست نیست، مسئولیت پذیری بسیار کم هست، تعداد طفلا بسیار زیاد پیش دی که به سن 13 و 14 خود برسن دفیستدش میمارن. طور مثال در حالی که در امریکا و اروپا که چون شرایط صحی آماده است، شرایط دوا و دارو و دکتر و همه چیز آماده است و مردم مسئولیت پذیر است از به قسمت، اینجا 1% طفلا نمیمونه تا سن 13 و 14 خود که میرسن. پس یعنی اگر ما این حساب جبر بگیریم و بگوییم که خب خداوند امیر تعیین کرده که طفلای افغانستان باید 10% پیش از اینکه 12-13 سالش و نه بلوغ جوانی است باید بمیرن و هیچ طفلا در امریکا و اروپا باید 1% هم نمیره، خب ما از خدا یک چیز دیگه جور میکنیم. یعنی خدا را ما دبل استاندارد نداریم در اصولت. اما وقتی میگیم خداوند علم داره، عالم است، میدانه که در افغانستان اولی که وسایلش نیست، امکاناتش نیست، و دوم مسئولیت پذیری بسیار زیاد کم است، خیانت درش بسیار زیاد است، خب کسایی که مریض میشن نه دوای کافی دارن، نه داروی کافی دارن، حتی همون داکتری هم که معالجهش میکنه قدر اقتدادش بسیار بی‌مسئولیت، دور از مسئولیت برخورد میکنن. در حالی که در امریکا یک دکتر باید دقت بکنه، 100% دقت بکنه، چرا اگر بر علیهش چیزی ثابت شود که دقت نکرده و کورت میکشن و محکمه میکشن و باید بپردازه، تاوان از رو باید بپردازه که حیات یک انسان را با غفلتی که کرده یا سهلنگاری که کرده از دست رفته، حیات یک انسان زنده. پس اینا فرق میکنه، یعنی خدا علم داره که اینجا مردم یک قسم برخورد دارن، اینجا مردم برخورد دیگه دارن. یا از این مثالا ده ها مثال دیگه است، هر رقم که ما شما از این مثالا رو توپیج بدیم در مسائل سیاسی، در مسائل قتل و قتال. امروز اگر مسئله جبر باشه، خب بخیر طالب چرا مسئول است؟ اگر جبر به این شکل که یک تعداد مسلمان های ما فکر میکنه و طالبه که میره هر هفته انفجار میته، خود را انفجار میته، 20-30 نفر 40 نفر را میکشه، پس خب طالب مجبور بوده که کار را بکنه دیگه. یعنی بر طالب تعیین شده همی کار را بکنه که باید خود انفجار بده که تا 20 نفر دیگه بمیره و اون در مستر ساعت 10 بجه 11 بجه 12 بجه 1 ساعت هم پس پیش نمیشه مطابق آیه قرآن اگر اینطور باشه که خدا تعیین کرده باشه که طالب باید بره اون را انفجار بده و 30-40 نفر دیگه هم کشته شده. اصلا دیگه اصلا هیچ خدا بود، اصلا آدم نمیفهمه گوره چی بگوی، اصلا از خدا هیچ چیز دیگه جور میشه. ولی وقتی میگیم که خداوند علم داره، میدونه که این طالب اینه طفل است که یتیم است، پدر مادرش بی بضاعت روانش کرد، بعد دست یک ملا دادش که تعلیم بتش، تعلیم اسلامی، اون پیش ملا اون تعلیم اسلامی است که باید برین واش بکنه، شستشوی مرزی بتش، باید برو حور بهشتی نصیبت میشه. در دنیا اصلا چی میکنی؟ در دنیا پر از آشوب، برو خدا بکش 20 نفر دیگه رو بکش، میره به بهش، میره به رسول خدا، ما از خودش خوش است، از پیشت خدا خوش است و 72 بیشتر هم نصیبت است. او را به اون شکل آموزش دادن، در حالی که طفل که در امریکا تولد میشه و اگر بی بضاعت هم باشه یک کسی ادابتش میکنه، فرزندی میگیرش، در یک جای کلانش میکنن، یک مؤسسی کلانش میکنن، یک شکلی از اشکال کوشش میکنن که طفل سالمتر بار بیارن، نگذارن که به دست کسایی برسه که او را تروریست تربیه بکنن. فرق میکنه.
اما این ما نمیتونیم که من نمیتونم شخصا این را چرا آیات قرآن اول آیات قرآن بسیار واضح است در این مورد که امی آزادی را بر انسان داده خداوند که انسان آزادانه باید انتخاب بکنه و دومی که از کرکتر و شخصیت خدا یا صفات خدا بسیار بدور است که همچون چیزهایی باشه که خدا تعیین کرده که برای هر کس خدا بکشه و انفجار بده و قتل بکنه و تخریب بکنه و ایرانی بکنه. چرا داعش مسئول است خیلی؟ چرا القاعده مسئول است؟ این چیزا من فکر نمی کنم به شکل باشه. اما یک وقتی اگر قرار شد که سر مسئله جبر و اختیار یا قضا و قدر این مطالبه که بسیار با هم مربوط هست صحبت بکنیم، باید تمام از این آیات را بیاریم، تمام آیاتی که هر دو طرف استناد می‌ورزند به او آیات اونا را بیاریم تحلیل بکنیم ببینیم و در مجموع ببینیم که چی برداشت کرده می‌داریم. منتها به شکل خلاصش امیر من امروز نمیدونم از اول در دقیقه بیان کردم خدمتتون که این علم خدا فرق میکنه تا خواست خداوند یا جبری که خداوند سر انسان ها را مکلف کردن که امو هم چیز باید صورت بگیرن بسیار فرق میکنه. خب امید است که سوال تا اندازه بر بیننده محترم ما حل شده باشه و سوال آخری که اینا کردن بیننده که در دوسری برنامه قبلی سوال کردن مسئله خشونت را که البته دمی آیات هم تقریبا اشارات شد در اون مورد، میگن که تمام خشونت موجود در قرآن که البته در قرن 21 ما در زندگی میکنیم به ارتباط آیات قرآنی چیزهایی دارن، یعنی قرآن چیزهایی داره که مردم را به خشونت تشویق میکنه ببینیم. بله آیات وجود داره، کل ما و شما میفهمیم و بارها از بعضی دوستایی که انتقاد داشتن در این مورد شنیدیم که 300 آیه شاید بیشتر از 300 آیه کلمه قتال اینا قتل یا قتال یا مقاتله یا اینا یعنی جنگ و کشتن اینا درش مطرح شده بسیار زیاد است. 300-400 آیه بسیار زیاد است. اما آیا خداوند خشونت ترویج تشویق میکنه یا ایست که اونا در یک شرایط بخصوص است که قرآن کریم او را گذاشته که در اون شرایط اگر قرار میگیرین بله شما هم میدونین. شما هم میتونین از امو استفاده بکنین که من مثال بسیار خوبه که دادیم که وقت انسان مورد تجاوز قرار میگیره و سند امام سند بسیار قاطعانه سند است که آیه 190 سوره بقره است که قرآن کریم به می صراحت اجازه می ده که شما دفاع بکنید از خود وقت مورد تجاوز قرار می گیرید. اما ولا تعتدوا شما تجاوز نکنید ان الله لا يحب المعتدين که خداوند تجاوزگر دوست نداره. یعنی تجاوز خدا اجازه نمی ده اصلا. ولا تعتدوا چند بار در قرآن کریم آمده ولا تعتدوا شما تجاوز نکنید تجاوزگرام خداوند دوست نداره. پس وقت اگر ما بویم که خشونت را خدا تشویق کرده خوبی به این معناست که ما با این آیت در مشکل داریم دیگه. چرا قرآن کریم که میگه ولا تعتدوا تجاوز نکنین خب خشونت خودش تجاوز است. خشونت تجاوز هست، یعنی خشونت به این معناست که یک کسی یا یک گروه بر علیه کسی دیگه یا بر علیه گروه دیگه خشونت را اعمال میکنه، زورگویی میکنه، گردن کلفتی میکنه. این خشونت هست. اما وقتی یک کسی یک گروه
سر یک کس یا گروه دیگه تجاوز میکنه و این کس یا این گروه از خود دفاع میکنن تا اونمو حد که تجاوز رفع شوه، تا اونمو حد این دیگه خشونت نیست، این خشونت نیست، این از خود دفاع کرده این بیچاره. یعنی ما دفاع از خود را تا خشونت باید تفکیک بکنیم بتانیم کرده. و فرزن سوره بقره آیه 216 سوره بقره ظاهرا تشویق خشونت است. کتب علیکم القتال، قتال سر شما فرض شد. و هو کره لکم، در حالی که خوش شما نمی آید، ناپسند است به از دید شما. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، در حالی که شما شاید یک چیزهایی را ناپسند می پندارین، در حالی که او بر شما بهتر است. یعنی جنگ بر شما بهتر است، ظاهرا وازیز خشونت نرامیده. و عسى ان تحبوا شیئا، در حالی که شما یک چیز را دوست دارین، و هو شر لکم، در حالی که بر شما شر است. و الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدانه شما نمیدانه. یعنی اگر ما ظاهرا آیه را همینطور بگیریم، خب میتونه انسان ها برداشت بکنن که بله قرآن که میگه که خشونت است، اما این آیات به این معنا نیست. یعنی اگر ما آیات جنگ درست مطالعه بکنیم، کلش پهلوی هم بگذاریم، مطالعه بکنیم و دفاع را از خشونت ما جدا بکنیم، تفکیک بکنیم، باز میتونیم که بسیار خوب بفهمیم. حالا قرآن کریم یاد میکنه که اصلا شما خوش ندارین به جنگین، هیچ کس خوش نداره به جنگه. چرا؟ در جنگ یا انسان کشته میشه یا میکشه، یا انسان زخمی میشه یا زخم میزنه بر کس دیگه. انسان نباید این کار بکنه، نباید انسان این کار بکنه. اما وقتی اگر انسان بیگناه مورد تجاوز قرار میگیره، خب باید از خود دفاع بکنه، ولو با قیمت زخمی شدن خودش یا زخمی شدن طرف مقابل، یا تا وقتی که آخرین رمق حیات خودش هست یا طرف مقابل از بین ببره، برای اینکه اون متجاوز است، این مدافع است. خب اون رو تشویق میکنه خداوند، میگه تو باید از خود دفاع بکنی، در حالی که تو نمیخوای، شاید جنگ خوش نداری، اما این بهتر است برای تو. اگر در یک امت زندگی میکنین، بر امت بهتر هست. چرا؟ اگر امت جنگ نمیکنه در مقابل تجاوز، از خود دفاع نمیکنه، خوبی خراب است برشان. به خاطر چی؟ اولی که تمام چیز خودشان از دست میدن، مال و دارایی و خانه و زندگی و اولاد و همه چیز باید فرار بکنه. هر کس فرار کرد، تانست فرار کرد دیگه، همه چیز باید برای دشمن بگذاره. و ضمناً حتی اگر یک ملت تجاوز میکنه سر ملت دیگه، خب ملت ها میتونن بگیرن، ملت را میگیره و ملت خود از دست میده، سرزمین خود از دست میده. خداوند میگه که بهتر است برای شما که بجنگین، مقاومت بکنید، در از اینکه شما مورد تجاوز قرار گرفتین و دشمن متجاوز بوده، سر شما حمله ور شده، شما هیچ چیز نکرده بودید، آرام در خانه تان شده بودید، کار میکردید، زندگی داشتین، پروگرامتان عادی بود، بسیار عادی بود، شما سر کس تجاوز هم نکرده بودید. اما اونا به خاطر خودخواهی و اینا همین تجاوز را مطرح کردن و میخواهند که شما را از بین ببرن. برنامه برگشت به قرآن، بفرمایید. سلام. بفرمایید. سلام علیکم، خوب استید؟ تشکر خواهر، مهربان استید، بفرمایید. شما تبریک میگم دوباره برگشت به قرآن. خب خواهر محترم میستین، از آلمان زنگ میزنید، شما بسیار لطف داشتین، همیشه صحبت میکردین. بله بفرمایید، در خدمتتان هستم، امید شما خوب باشین و صحت مند. بله، از اروپا زنگ میزنم. از اروپا، بله بله. خوب استید؟ صحتتون خوب؟ تشکر، لطف کردین، مهربان استید. برادر عزیز، برگشت به قرآن دوباره. هر توگ
شیطان به هم داده حالیست تفاهم و می برگش به قرآن. بسیار برنامه حالی و زیبا دارین. مهربان هستین و بسیار انسان شریف هستین. و ببخشین نمی وقت شما وقت برنامه شما سابق از ساعت 9 تا با 11 بود. ساعت برنامه البته به وقت اروپا میشه، برنامه ما به وقت کالیفرنیا 12 تا 2 بود، ولی فعلا 2 ساعت پیشتر انداختیمش، یعنی از ساعت 10 تا 12 و کالیفرنیا میشه برنامه ما. بلیا 2 ساعت پیشتر آمده برنامه. شریف هستید، من چند وقت زنگ زدم دوباره، خوب هر صورتش دوباره زنگ زدم. خوب لطف کردین، مهربان هستین ها و همیشه نور جهاد صاحبان سلام تقدیم میدارم. میروان سیم بفرمایی نگه. خواستم صرف خواستم دوباره بستم. بسیار تشکر میکنم از شما، تبریک بگویم. سلامت باشید. برنامه ساز حالی با شرف با وجدان تمیز انسان هستید. جای خوشی شما را داریم. برنامه سازایی که از عربستان از کجا کجا نفر میارن و حرف میزنن و ایواز از شما را باید دعوت کنن. شما که قدر اگه انسان خارام و با تربیت استید تو از حمق قرآن حرف میزنید. بسیار برنامه حالی معتبر دارین. تشکر. روز دگام به تیمشرا جان نزنگ زدم، با تاسف که نمی وقت ما وقت ما برای شما چیسته. میدانم میدانم بعض اوقات کار داریم، این وقت تنها امروز یک ذرا وقت آمده. لطف کردیم برنامه را به یوتیوب باز میگذارم و میتونم دوست را بگیم زنگ بزنم. حالا دیگه هر موقعی که فرصت کردین زنگ بزنین در خدمتتان هستم. فرصت کردم حتما ولیم به اندازه برنامه خوب است. سالها گفتیم انسان بسیار شریف و خوب استیم. لطف کردین، بسیار زیاد تشکر خواهر کرد. مهربان هستید، انشاءالله در آینده هم بیننده خوب برنامه ما باشید. بسیار تشکر خواهر کرد. و دیگر چیز امروز چیز نداشتم. خب مثلا امروز هم در برنامه های دیگر که دیدم مثلا پراگنده حرف می زدن، ما برنامه شما رو دوباره آمدیم چی کردیم. خوش آمدین. بله بله بسیار تشکر. گرفتیم که چقدر برنامه خوب و عالی، چقدر انسان مردم باید به شما همیشه شما رو دعوت کنم و از شما معلومات بگیرم، هر چیز از شما باید یاد بگیرم. امور خواستم برتان بگویم. لطف کردین، بسیار تشکر خواهر گل. انشاءالله شب خوش داشته باشید. کلگی مردم شما رو دوست داره، تمامی زیر شما تقدیر میکنم. خوش و حرام و سرفراز باشید. شما همچنان خدا نگهدارتان. خدا با امان خدا. بله، حالا در مسئله جنگوینا همین سوال یک چند دقیقه وقت دیگه که داریم، فعلا سر این مطلب ما بخوایم که خواستم که یک ذره بیشتر صحبت بکنم که امروز طبیعی است، ما دفاع از خود بسیار طبیعی است. شما فکر بکنین یک چند دقیقه قبل امریکا هزارها مایل به اون طرف رفت، به افغانستان، مادر همه بم ها را انداخت، یعنی بمی که اصلاً بزرگترین بم غیر ضروری انداخت. تا چی کنه اونه؟ تا چی؟ بخاطر چی؟ منظور چی بوده؟ برای اینکه دشمن را دشمن خودم محو کنه، دشمن خودم محو کنه، نابود بکنه. شما فکر کنید که از چندین چقدر کشورها گذشت تا بتانه که امریکا و افغانستان بسیار از هم فاصله داره. بخاطر چی بود؟ بخاطر این منظور بود، برای اینکه دشمن است که صدمه های زیاده برای امریکا و برای اروپا و برای تمام جهان، برای خود مسلمان ها بیشتر صدمه زدن. اینا این دشمن را از بین ببره. پس یعنی جنگ ولو به شکل بسیار بیرحمانش بر علیه دشمن، دشمنی که متجاوز هست، دشمنی که متجاوز هست، باید دفاع صورت بگیره. و اونجا است که قرآن کریم بله خشونت را که گفتم دفاع به خاطر دفاع از خود هست، یا دفاع از خود یا دفاع از فامیل خود یا از سرزمین خود، یا اگر انسان
به اون مرحله کامل انسانی اگر تکامل کرده که ولو فامیلش کس نیست، هم وطنش کس نیست، هم زبانش کس نیست، هم دین و عقیدهش کس نیست، اما یک اقلیت بیچاره است، یک اقلیت مظلوم است، یک اقلیت است که نظر داره، نظر داره و در یک جای هفتادن میخواین که سر از او دیگر را تجاوز بکنه. اگر مسلمان مسلمان واقعی است بر از او اقلیت دفاع بکنه، این دیگه منتهای کرامت انسانی است که ولو او مسلمان نیست. فکر بکنین یک هندو، گروه هندو در یک جای مانده سرش تجاوز میشه. مسلمان اگر راستی مسلمان واقعی باشه، باور بکنین بهترین اسلام اونموست که برین از او اقلیت دفاع بکنین. چرا؟ ولو که مسلمان سر از او تجاوز کرده، چرا مسلمانه که تجاوز کرده او مسلمان نامسلمان است. او مسلمان مسلمان نیست، او مسلمان نامسلمان است که سر یک گروه اقلیت یا هندو یا زردشتی یا یک بهایی یا یک مسیحی یا یک یهودی یا هر گروه دیگه یا حتی او انسانهایی که به نام کسای بی خدا معرفی شدن، ولی انسانهای با صلح و سلامتی در اون جامعه زندگی میکنن، در یک جامعه زندگی میکنن، معروف شدن که یا به خدا اعتقاد ندارن، اما نه حق کسی را میخورن، نه سر کس ظلم میکنن، نه تجاوز میکنن، نه خیانت میکنن و از قانون مراعات میکنه. خب اگر یک گروه میره، یک گروه ناجور مسلمان افراطی که نامسلمان هست و میره برزی که اونا به خدا هستن، سر از او حمله ور میشه. اگر دولت باشه، دولت اسلامی باشه، از او گروه بر علیه اونمو مسلمان افراطی باید دفاع بکنه، حتی اون مسلمان افراطی رو باید از بین ببره، این هندو رو حفظ بکنه. یا مو کسایی که گروهی که بی خدا هست وار حفظ بکنه، در مسئول باشه، برای دیگه انسان آزادی عقیده باید داشته باشه. ببینید این وقت من میگم بسیار، من اصلا تصور از اینام کردم و نمیتونم که همچو چیز از ما، از مسلمان های ما توقع بره. مسلمان هایی که در جنگ شامل است و در مبارزه شامل است و صلاح داره و ترین شدند، آموزش دیدن از اونا، برای از این که اینا اقدر از دین دور افتادن، از انسانیت دور افتادن که حتی مسلمان خود را میکشن به نام از این که مثل من نیستی، تو شیعه هستی، دست باز میمونی، من سنیستم، او را میکشن. هموطن خود را میکشن به نام از این که تو مثل ما نماز نمیخونی، مثل ما عبادت نمیکنی، تو به کلیسا میریم و به مسجد، تو به معبد میریم و به مسجد، تو به اوجه میریم و به اوجه. یعنی اینا تا مسلمان های خود را میکشن که مثل خودشان نیست، مثل شیعه، مثل گروهایی که حتی مسلمان های مادریت یا معتدلی که هست، مثل خودشان افراطی نیست، اونا را میخواین که از بین ببرن بکشن. برنامه برگشت به قرآن، بفرمایید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم محترم، بفرمایید. بسیار میبخشید، من خواستم در رابطه به می که در برنامه شما را میبینم که برگشت به قرآن. بله. یک وقت قبلا که در تلویزیون مسکینیار بود برنامه را داشتیم. بسیار تشکر، بینیدهای خوبی ماستین دیگر. بله دیگه، از اون خاطر اما کمو یک وقت کسی از نفری بود که در رابطه با از چیز گب میزنین کم بود که همراه شما در شنگ شود. بله. اما بعد کسا برگشت به قرآن هایتو من میکرد، یعنی از قرآن شما دیر میشه متاسفانه. من از یه طورست که باید از قرآن که نفهمیدین قرآن ها بخوانین و بدانین. بله. و من تبدیل میگم مرزی که دوباره امو برنامه نامشم واقعا بسیار تشکر میکنم از شما، مزو خاطر بسیار زیاد خوش شدم. بسیار تشکر میکنم برادر محترم، خدا هم همراهتان باشه. بله، برنامه از ساعت 10 صبح روز شنبه تا 12 ظهر ادامه داره، انشاءالله در خدمت هم هستیم و شما را خوش آمد میگم بر برگشت به قرآن و تمام بینندگان گرامی را. و بسیار تشکر برادر گل، تشکر، خواهش میکنم، عفو میخوام که قطعتان کردم.
و بله می مطلب را یاد کردم و مطالب دیگه هم بود اکثرش صحبت بکنیم، اما به هر حال فکر میکنم که تا جایی که مقدور بود سوالای دوست محترم جواب گفتیم و برنامه ما به پایان رسیده. فعلا شما را به خداوند سبحان میسپارم، امیدوار هستم که هفته خوب و خوش داشته باشین و با سعادت، و در هفته دیگه که در خدمتتان باشم خداوند یار و مددگار همه تان باشم.